سلام فاطمه جان، خوش آمدین برای میدیا چنل ما. سلام سارا جان، تشکر و سلام میکنم به تمام دوستا از طریق سارا میدیا چنل ما را میبینین. تشکر، زنده باشین. امروز فاطمه آقا سپیشل گست ماست و اینا پروفشنال فینانشل هستن، فینانشل ادوایزر هستن. ما میخواییم که یک سوال باره RRSP کست، Registered Retirement Savings Plan، میخواییم که یک چند بنفیت های زیر برای ما صحبت کنن. اولی است که میخواییم پرسان کنن باره کوالیفیکیشن شما و اکسپیرینس تان برای فینانشل کست فینانسینگ، که شما از خود کلاینت دارین و ادوایز میتین و شما لایسنس دارین برای اینوستمنتس. امور با ما یک ذره بگوین. چرا نه، حتما سارا جان. من مدت 5 سال میشه که به فایننس اندستری کار میکنم. 2 تا لایسنس دارم، یک لایف لایسنس که همراه از او انواع و اقسام اینشورنس، لایف اینشورنس، کریتیکال اینشورنس، دیسیبلیتی اینشورنس، تراول اینشورنس، گروپ اینشورنس و اینشورنس های دیگر انجام میدیم و با این لایسنس میتونیم انواع و اقسام اینوستمنت ها رو انجام بدیم، البته به سگرگیتد فاند. و استپ بعدی که با این لایسنس انجام میدیم ریتایرمنت پلنز، کسایی که برای ریتایرمنت خوب برنامه ریزی دارن و کسایی که برای تکس پلانینگ میکنیم، برای اینا استیت اند تکس پلانینگ انجام میدیم. بله، استیت تکس پلانینگ هم با لایسنس میتونیم انجام بدیم. لایسنس دیومی که دارم RESP لایسنس هست که مخصوص دیزاین شده برای Register Education Saving Plan نامش هست، ایژوکیشنی که برای اولادا بعد از پوست سکندری سکول که باز بخیر میرن برنامه ریزی میکنیم، اینوست میکنیم برای شما. هم یک اینوستمنت. آه چطور نه، بخیر باز برای Education Savings Plan در دیگه برنامه ما بخیر باز فاطمه جان باز انوایت میکنین با باریزی صحبت کنن. آل فاطمه جان، میتونین با ما بگوین که RRSP چی هست و با کدام سن اگر افغانای ما بخواین ای اکاونت اینوستمنت ها بخواد وا کنن و بنفیت های ازی چی هست؟ چرا نه، حتما. قبل از اینکه من برم داخل RRSP صحبت کنم که RRSP چی هست و برای چی دیزاین شده، RRSP یکی از اینوستمنت های خیلی خوب و قوی هست که سیستم فایننس کانادا یعنی دولت کانادا در اختیار مردم خود قرار داده. و یک چیزی جالب هست من اینجا برای شما بگم، برای دوستان توضیح بدم که سیستم کانادا یکی از قوی ترین سیستم کشورهای دنیا هست. یعنی کانادا خیلی سیستم قوی داره. اما ما مردمی که به کانادا زندگی میکنیم اکثرا ایمیگرانت هستیم، از کشورهای دیگه به کانادا آمدیم. به کشورهای ما سیستم فایننس دیگه قسم هست، به اینجا دیگه قسم هست. متاسفانه یا آگاهی نداریم، استفاده نمی کنیم از سیستم فایننس اینجی، یا آگاهی داریم نمیتونیم خودخور اداپت بدیم به بعضی اعتقادات یا بعضی چیزهای دیگه که داریم، مفکورهای دیگه داریم. یک آگاهی هم داریم نمیفهمیم چه قسم به طرز صحیح استفاده کنیم از این اپورتونیتی ها. RSP یک اینوستمنت خیلی خوبی هست، چند مضمون داره، چند هدف داره. اول ای که کسی که زیاد تکس میده بتونه تکس خور سیف کنه، یک طول هست برای تکس سیوین کردن. و دومن ای RSP دیزاین شده فقط برای ریتایرمنت. اسمش هست Registered Retirement Saving Plan. یعنی بعضی مردم فکر میکنن خیلی خوب، حالا تکس اینا زیاده، 4 سال بعد شاید تکس اینا کم شد بتونن از این اکانت استفاده کنن. اما باید حواس اینا باشه این مخصوص ریتایرمنت هست، تقاعدی که میشن. سن تقاعدی به کانادا 65ه که حالا 67 شده. و تا 72 هم شاید بالا ببرن later on. یعنی که باید آرام در سن 65 باشه که بتونه ای اینوستمنت خوره یا ای پول خوره یوز کنه. باید تقاعدی شده باشه. 65 بوده، حال بیشتر شده 67. doesn't matter، شاید به سالهای دیگه بیشتر هم بشه تقاعدی، فرق نمیکنه. به زمانی که سن تقاعدی رو گرفتن میتونن از این اکانت استفاده کنن. و این اکانت گروت میده برای اینا، یعنی یک قسم اینوستمنت هست، سرمایه گذاری هست، مثل افغانستان یا کشورهایی که دیگه بودیم. ما پول خود به یک جای میماندیم که بتونیم از این پول خود مفادای بگیریم. این همون قسم هست میتونه به پول ما مفاد بده.
یک بک اپ پلان است برای کسایی که سنشان کلان میشن و دیگه کار نمیرن لایک ریتایر میشن میتونه که پول خره او وقت استفاده کنه برای پرسونال نید. بله بله. چرا؟ چون دولت کانادا برای افرادی که ریتایر شدن تقاعدی گرفتن آردی برای اینا اینکام میده. میفهمین که سی پی پی هست، کانادا پنشن پلان و اولد ایج سکیوریتی هست، اما اینا یک لیمیت های مخصوص داره. شما ببینین کسی که برای 40 ساعت در هفته و برای 40 سال به خود کانادا رزیدنت شده باشه و کار کرده باشه برای کانادا، ماکسیمومی که میتونه از هر دو تا، هم سی پی پی هم اولد ایج سکیوریتی رو میتونه بگیره، تقریبا $1,500 هست. کسی که میخواهه هر دو تا یعنی فول به صورت فول بتونه بگیره لستن $2,000 بسیار کم است. آیا به زمان حالی ما کسی که 40 سال کار کرده، هفته 40 ساعت کار کرده، آیا $1,500 بسش هست؟ نه. از خاطر همین آمار استاتس آف کانادا نشان داده که تقریبا نزدیک 14% از مردمی که به سن تقاعدی میرسن ایندیپندنت، بیشتر از اون شاید تقریبا نزدیک 50% ایندیپندنت نیستن، یا باید همراه فامیل خود زندگی کنن، دپند هستن به فامیل، بچه ایشان، دخترشان، عروسشان یک جایی یا میبینیم که هنوز دارن کار میکنن. خیلی از سینیرها ما میبینیم که هنوز به والمارت، سوپر استور یا جاهای دیگه، شاپای دیگه هنوز کار میکنن. چرا؟ چون به پول احتیاج دارن. تقاعدی که دولت برایشان میده بحثشان نیست، کفایت نمیکنه. دولت میگه این سیستم ماندوم، شما که میخواین اینجا زندگی کنین و میخواین ریتایر شین، همه که ما میخواین هر روز ریتایر شین، غیر از ریتایر نشین باید خدای نکرده فوت کنیم، مور نمیخواین، ریتایر میخواین، پس پلان کنین، جور کنین، برنامه خود جور کنین، کار میکنین، برای آر اس پی خود شروع کنین، اقدام کنین. اما اینم باید حواس ما باشه که آر اس پی برای چی کسا خوبه. آر اس پی برای همه لازم نیست، یعنی همه فامیلا فکر نکنن او برای تقاعدی باید برن حتما آر اس پی بخرن. چطور؟ گود تول هست، خیلی اکانت خوبی هست. اما حواس ما باشه که این تکس دفر چیزه، تکس دفر گروته، یعنی به خاطری که ما تکس خور کم کنیم از این استفاده میکنیم. خانواده کاریدی تکس کم میده لازم نیست آر اس پی بخره. چرا میخواین آر اس پی بخرن؟ تقاعدی میتونن از اکانت های دیگه تقاعدی استفاده کنن، مثل Locked Income Fund یا Retirement Income Fund. اکانت های دیگه هم هست که نار رسپی دولت دیزاین کرده برای تقاعدی، میتونیم از اونا استفاده کنیم. RSP طول خوب هست، اما یاد ما باشه زمانی که خواسته باشیم از RSP خوب تقاعدی خوب استفاده کنیم باید دوباره رویش تکس بدیم. بلد. چی فرق داره که ما حال تکس ندیم درتر تکس بدیم؟ بله. چی مزیت داره ازی؟ ما جوان هستیم، سن ما کم هست، کار زیاد میکنیم، توانایی کار کردن زیاد داریم، یک شیفت دو شیفت ما میریم کار میکنیم، تکس براکت ما میره بالا، درسته؟ میره بالا. اما زمانی که تقاعدی میشیم اینکام ما کم میشه، تکس براکت ما میای پایین. دولت میگه سهی شما زیاد کار میکنین، درتر کم کار میکنین، حالا تکس بیشتر میرین، درتر تکس کمتر میرین، پس شما اینجا تکس سیف کنین، به زمانی که تکس شما کم هست از تکس خواهیست، از این پول خواهیست استفاده کنیم. بله. چون وقتی که ویدرا کنیم باید روی رواده تکس بدیم. مجبوریت. خوشبختانه یا بدبختانه. یانگ جنریشن که داریم یوت ماستن، اونا سجستشن شما چی هست که از کدام سن ستارت کنن امی کانتریبیوشن اخرا، یعنی سیوینگ اخرا که تووردز آر اس پی که میگن برای ریتایرمنت، سجستشن شما چی هست برای کسایی که ناو سن قانونی شدن یا ناو کار ستارت کنن؟ بستگی به کار اینا داره که کار اینا چه قسم هست و بعد کار هر کسی با کار یک دیگه فرق میکنه. حتی دو نفر که حتی به سیم لیول باشن، به یک پوزیشن باشن، سیچویشن خانواده ها اینا فرق میکنه. آر اس پی رو از روی سیچویشن خانواده، از روی اینکام ما حساب میکنیم. بعد چیزی که برین حساب کنین، بریم مثلا ما میریم به بانک، سیزن آر اس پی برای ما میگه آر اس پی خور خریدی؟ میگیم نه نخریدیم، بیا بخر. اما اون سیچویشن ما رو نگاه نمیکنه که ما به چه اندازه یا چه مقدار آر اس پی ما کوالیفاید هستیم. آیا اصلا لازم هست بخریم؟ اگه لازم هست چقدر ما باید بخریم؟ از سن 18 سال میتونیم آر اس پی رو باز کنیم. ولی تا سن ریتایرمنت ما میتونیم باز کنیم. اما بعضی از خانواده ها، بعضی از دوستا اشتباه میکنن،
خب اشتباه از روی نداشتن آگاهی لازم هست. بله. اشتباه میکنن، آرسپی رو میخرن برای سالهای متمادی چی میکنن، تقاعدی هم که میشن استفاده نمیکنن. چرا؟ چون حال تقاعدی شدن. بله. باید برن پول بکشن، باید تکس بدن، میترسن نه؟ بله. با خیر خیر اینجا نگاهش میکنیم برای یک روز مبادا. اما باید یاد ما باشه که آرسپی ما تا دسامبر 31 سن 71 سالگی ما بیشتر نگاه کرده نمیتونیم. یعنی تا اون زمان ما باید بکشیم. اگر اس پی ما 10000 است، اگه 5000 است، یا اگه 100000 است یا بیشتر، ما باید اون رو بکشیم. و بیتره که برنامه‌ریزی شده کشیده شه. فرض کنین اگه سن تقاعدی 65 شده، کسی که 65 تا 71 سال 6 سال وقت داره که بتونه آر اس پی خور بکشه. $100,000 داره. به 6 سال باید پلن شه که چه قسم آر اس پی رو بکشه. اگه برای یک جا بکشه $100,000 داره، فور اگزمپل $100,000 میشه اینکام او سالش. بله. مای گاد چی تکس باید بدنی؟ بله. چی قسم تکس بتونه او بکشه؟ اما بله. تا سن 71 سالگی باید او کشیده شه. تا سن 71. بله. و از کدام سن میتونن کمی سیوینگ خالص یوز کنن؟ از 18 سالگی. خب خب، با سن کمی ریتایرمنت که میشه کدام سن است؟ فعلا که برای حال 67 سالگی شده. تا 67. بله. بله. یعنی کسایی که 67 سال مگه ارلی ریتایرمنت بگیرن. ارلی ریتایرمنت. کسایی که ارلی ریتایرمنت میگیرن، ما داریم کسایی بودن به سن 55 سالگی یا 50 سالگی ریتایرمنت کردن خودخور. اونا میتونن استفاده کنن. از زمانی که ریتایر شن. از رنگ داشت. بله. بسیار خوب. و چه لیمیت است که میتونن کانتریبیوت کنن، یعنی پول خراب سیوینگ کنن توارز آر اس پی؟ بله. هر کسی اینکامش فرق میکنه با کس دیگه. اینکام هر کسی 18% مکسیموم هستش. یعنی روم تا 18% از اینکام میتونن اونا با آر اس پی بمونن. بله. و مکسیمومش $18,000 هست. $18,000. یک سال اگه یکی از دوستا شما ها هستین، به بیزینس هستین، اینکام شما $100,000 برای مثال با یا بالای $100,000 کار میکنین، $18,000 شما فقط میتونین با آر اس پی بمونین. آیا برای شما بس میکنه که $18,000 ماندین تکس سیو کردین؟ شاید به بسیارا نکنه، خاطر بزنس شما باشه. دنبال راههای دیگه هستن. راههای دیگه وجود داره که شما میتونین در کنار آر اس پی باز کنین، بتونین تکس خور دیفورت گروت سیو کنین. ابسولوتلی. از این خاطر بسیار امپورتنت است کسایی که در شهر ونکوور هستن، همزبان تان هست فاطمه جان، میتونین که یک تایم بک کنین برای نمبر شاندارم اینجا براتون شیر میکنم. اگر فاطمه جان براتون انفورمیشن میده. چرا نه، حتما. تشکر. یک چند سوال های بسیار عادی دیگام هست باره ار سپیکر دستی کنم، میخوایم پرسانتان کنم. گفتم که وقتی که کسی که بخوایم امی پول بکشن، وقتی قانونی 65 گفتین 65 سال میشه، باز وقتی که پول که بکشن پارت اف اینکامشون میشه. بله. باز تکس هم میتن از این؟ متاسفانه همی قانونش همی هست که متاسفانه چی که خوشبختانیه، چون ما تکس رو سیف کردیم. بلد. اگه ما کامپر کنیم میتونیم بگیم یک مقدار خیلی زیاد از تکس ما سیف کردیم. بلد. به یه وسیله. اما وقتی هم که میکشیم باید تکس بدیم بیس به این تکس براکت ما. یعنی ما اگه سن 67 سالگی میخوایم حالا آر اس پی خورده 10000 بکشم، بلد. این تکس براکت به چقدر هست؟ روی ازو باید برای آر اس پی تکس بودم. بله. اما راههایی هست که میتونیم مایر تکس ها رو به گفته ما مینیمایز کنیم، بتونیم کمتر کنیم. یکی خوب. از راههایش اسپوسال آر اس پی است. بله. اسپوسال خبر دارین؟ میفهمید چه رسوم هست؟ زیاد ما شاید نفهمید. زیاد افغانای ما شاید دوستای ما خبر نداشته باشن. کسی که آر اس پی برای خود جور میکنه میتونه یک آر اس پی هم برای خانم خود یا همسر، حال نمیتونیم بگیم خانم، همسر. بله. کسی که تکس براکتش از همسر دیگه پایین تر باشه، یعنی اگه اکسن شرر هستن، یک کدوم های هست یک کدوم دیگه ایشان لو تکس هست، میتونه کسی که های هست برای همسر خود که لو تکس هست میتونه اسپوسال آر اس پی بکنه و به او کانتریبیوت کنه. هم تکس خور سیف کرده، هم زمانی که اسپوسالش میخواه، اسپوسش میخواه که آر اس پی رو ویدرا کنه، از او ویدرا کنن، معلوم دار مینیمایز شده. خوب شد. بله، بردوش هم بنفیت برام هست. بله. یا یک آن وقت میشه که فرض کنین نفر پول مانده $100,000 با آر اس پی جمع شده. بله. حال نفر ریتایر هم شده، حال میخوای پول بکشه. بله. چه قسم باید پول بکشه؟ چون هرچی که پول بکشه روی ازو باید تکس بده. راههایی وجود داره. بله. که میتونه ایر تکس فری جور بکشه، میتونه راههایی هست استراتژی که میتونه ایره تکس فری بکشه. بس. یا لو تکس بکشه. بسیار خوب. اما این استراتژی ها فرق میکنه. باز اونا رو هر کسی که دوستیش میتونیم یک زنگ بزنن، یک تایم جور کنن، اینا رو به دیتیل، چون اگه من جنرال بگم برای یکی اپلای میکنه برای یکی اپلای نمیکنه، کانفیوزینگ میشه. همگی کیسشون کارشون فرق داره. و یک بسیار کار
خوب است که آدم بخواد یک بکاپ سیوینگ داشته باشه. گفته شما که آدم ریتایر شوه در کانادا زیاد قبول دولت کانادا نمیده. نه. و همه میکنن. بسیار کم میکنه، راست میگین. و همه ما کار بسیار هارد میکنیم به پیسه خود، بلیه. پول جمع میکنیم و میخواییم که ریتایرمنت خوشحالم به ما باشه و فاینانشلی باید ریلایبل باشیم. گفته شما که خوب است که آدم از امو سن یونگ ایج ستارت کنه زود آدم. بلیه. سو پلیز هر وقت که خواستین شما که فاطمه آقا کانتکت بگیرین و باره RSP شما معلومات بگیرین. یک سوال آخری بود که از شما پرسان میکردم که وقتی کسی که RSP جور میکنه اگونام پیش از ریتایرمنت خود یا میشه فوت کنن یا یک چیز شوه، ای با کی میمانه ای RSP شد؟ وقتی RSP رو جور میکنیم یک سوالی که برای ما میپرسه که بنفیشری که میخواییم دیزاین کنیم. خب ما باید یک نفر به عنوان وارث از ای اکانت خود بمانیم، نامش رو بگیریم. حالا هر کس که میخواین، همسر، اولاد، دوست، چریتی، مسجد، چرچ، هر چی که خوش داریم میتونیم نامش رو بمانیم. نه. اما حواست ما باشه زمانی که وقتی که شخص فوت میکنه RSP ترانسفر میشه به شخص وارث. بله. وارد میشه، او میشه، او RSP میشه اینکام سالانه شده. فرض کنیم والدین فوت کردن، RSP دارن، حالا رسیده به بچه‌شان رسیده. بله. $100,000. او میشه اینکام سالانه اون نفر. خودش هم که کار میکنه، هر دوش اینکام میشه و باز اون نفر باید روی ازو باز. تکس گیر حواست ما باشه، به خاطر همون راههایی وجود داره که چه قسم شما ای RSP ره تکس فری بتوانین هریتیج کنین، یعنی تکس فری بتوانین به یک نفر دیگه. بله. یا مینیمال، من نمیتونم بگم تکس فری، همه بگن او فاطمه تو گفتی تکس فری. بله بله. تکس فری فرق میکنه از هر کس. لو تکس، لو تکس باشه. نه، بسیار انفورمیشن های یوزفل است، از خاطر که بسیاری ما نمیفهمیم. بله. بسیاری سوال داریم، بسیاری ما میریم اپایمنت بک میکنیم برای اکاونتنت. بله. مگم گفته شما اکاونتان ها اکانتنت؟ بله، اکانتنت ها فرم اونا فرق میکنه با فرم ما. اونا کار خود خور دارن، ما کار خود خور. یعنی ما نه کار اکانتنت میتونیم بکنیم، نه اکانتنت کار ما کرده میتونه. بله. ما پلن جور میکنیم، کلاینت که بیای پیش ما پلنی رو جور میکنیم، تکس هایش برش جور میکنیم که چی قسم کنه، بتونیم تکس هایش مینیمایز کنیم و پلن جور کرده ره میفرستیم پیش اکانتنت. اکانتنت او رو جور میکنه. بله. یعنی فقط کالکولیشن کار فینانشال ادوایزر از فینانشال پلنر پلنینگ شاید اکانتنت نمیکنه. پلنینگ نمیکنه. شما میکنین فینانشال پلنر هستین. این وظیفه ما با قانون کانادا هر کس وظیفه‌ای خود خور داره، بیشتر از چارچوب وظیفه خود نمیتونه کار کس دیگه انجام بده. این پلنینگش وظیفه ما هست، ما باید انجام بدیم. کسایی که دوستایی که میگن او من اکانتنت دارم، بله بیس بسیار عالی که اکانتنت دارین، اما حواس شما باشه که اکانتنت شما ایره بله. از نگاه قانونی انجام دادن نمیتونه. شاید بعضی اکانتنت ها انفورمیشن داشته باشن، بله. شاید بعضی تا جایی که من خودم کار کردم با اکانتنت ها ندارن. ما هنوز با اکانتنت ها ادوکیت میکنیم روی این مسئله که چه قسم با کلاینت های خوب ادوایس کنن یا اونا رفر میکنن، تا کلاینت اکانتنت ها پیش ما رفر میکنن. کنن اوناره. شاید برای شما توضیحات بدن، اما این نمیشه که چون اکانتنت اگه اینفورمیشن داشته باشه خودش اجازه اون کارو داشته باشه. متاسفانه ندارن. اگر شما RSP وقت واکدین با دیگه کمپانی و میخواین که یک سکند لوک بگیرن، فاطمه جان او رو میتونه برتون. چرا نه؟ ما بلی سکند ریویو داریم، فری هست از ما چارج نمیکنیم. کسی رو کار بگن ما میریم اینجا چقدر چارج میشه. بسیار خوب چارج هست و بعد ازو برای شما نشان میدیم. RSP یک اکانته، اما جایش مهمه که شما اون کجا میمانین. چه رقم اینوست؟ بلی. بعضی از کلاینت ها میخواین RSP خود ترانسفر کنن، ما تا ترانسفر RSP رو انجام میدیم از یک جایی که پرفورمنس خوب نداره به یک جایی که پرفورمنس داره. و حالا ما نمیخوایم زیاد داخل دیتیل برو، فقط میتونم میشن کنم. برای مثال اگر RSP داخل میچول فان مانده شه، بله. مارکت بالا و پایین داره، نه؟ بله، فلکچویشن داره. بله. ممکنه زمانی که اینا پول خود استفاده میکنن، بله. مارکت دراپ شده باشه، ماینس شده باشه، پولشون کم میشه. بله. آف کورس مانی خود از دست میدین، پول خود از دست میدین. بعضی شکایت داره ما پرینسپل خود از دست دادیم. yes. بله. اما اکانت های از سگریگیت فاند به شما توضیح دادم که ما RSP رو، من خودم که RSP رو انجام میدم به خاطر به وسیله لایف لایسنس، RSP رو داخل سگریگیت فاند انجام میدیم. بله. پرینسپل ما سیف هست و گروتی که ما میگیریم کانزرواتیو هست، سیف هست، اما گروت ما بالا میره.
خیلی دراپ نمیکنه. دراپ هم کنه میتونن اونا گارانتی کنن که پرینسیپل پراتلیس یوز نمیکنن. Absolutely. اگه خواسته باشن ما به اینا نشان میدیم که چه قسم RSV خور بتونن ترانسفر کنن. بله. این هم هست. این آپشن هم هست. بسیار خوب آپشن ها دارید شما. بله. از طریق کمپانی و دولت اینا رو در اختیار مردم قرار داده. بله. که مردم بله. بفهمن. اما متاسفانه قسم گفتم مردم یا آگاهی ندارن بله. یا آگاهی دارن به طرز صحیح نمیفهمن چه رسم استفاده کنن. بخیصه ایست از مخاطر شما لایسن هستین که بتانین کمک کنین یک ادوایس بدین. چرا ادوایزر هستین. بله. و دوم کدام پنالتی سرویس فی یا کدام فی هست کسی که بخوای RSV خود ترانسفر کنه؟ بستگی داره که اگه کسی خواسته باشه ترانسفر کنه کجا RSV خور مانده. متاسفانه بعضی جاها پنالتی دارن. بله. ای بیس داره که اونا RSV خور کجا ماندن. بعضی جاها نه. خب. ما میتونم خودم تا چندین دفعه کردم ترانسفر بله. کردم چارج نشدن. اما اگه کسایی که به جاهایی مانده باشن که پنالتی چارچه بله یا پنالتی بله. چارج میشه. باز ایران ما با کلاینت صحبت میکنیم. ما چون پلن برش نشان میدیم. پرفورمنس همه سافتویر همه چیزا رو بهشان نشان میده. بعضی وقتا میبینیم که پنالتی خیلی کمه. بله. یعنی بهتره ترانسفرش RSV. Why not? کلاینت میگه yes sure agree هستم ترانسفرش کنیم. بله. بعضی وقتا میبینیم نه اگه ما خواسته باشیم ترانسفر کنیم کلاینت lose big money. ما میگیم نه حالا تایم فرانت ترانسفر نیست بمانیمش تا تایم صحیحش. بخیاد وقت شما صحیح باز میتونیم رو ترانسفر کنیم. Absolutely. یک جهان تشکر فاطمه جان خان از وقت شما. بسیار انفورمیشن های یوزفل بود باباره RSV. ما افغان های ما اگر این برنامه را میبینن از طریق سراز میدیا چنل و در شهر ونکوور هستن حتما یک دفعه با فاطمه جان کانتکت بگیرین یک ریویو کنین که زمین فهم که بسیاری ما همه ما کار میکنیم مگم قبیزی میباشیم که نهی فهمیم چیه قبل سیوینگ خود را برای تایم بین خود بکنیم تون آمده باشه اینفرمیشن ما و بخیر باستا برنابه دیگه فاطمه جان یک جهان تشکر از تشکر، وقت تشکر از شما سارا جان و تشکر از شما دوستا انشالله که اطلاعاتی که دادم توانسته باشه مفید باشه سودمند باشه کار خدمت بود چرانه سرچشما حتما در خدمت هستیم و تشکر از شما سارا جان خواهش میکنم وقتی در اختیار من قرار دادیم زنده باشید تشکر از آمدنتان خواهش میکنم Until next time خداحافظ خداحافظ